آن روز عملیات استفاده از سلبریتی ها برای دمیدن در تنور اختشاشات کلید خورده بود. سردسته این سلبریتی های حامی اختشاشات کسی نبود جز علی کریمی. علاوه بر این که شما ها ارزشتون خیلی خوبه، من مطمئنم و خیلی امیدوارم که با توکل بر خدا اون آقای کریمی هم بالاخره دوتا مانور میاد، موقعیت های خوب واسه شما درست میکنه. در اسناد دیپلماتیک آمریکایی ها که در سایت ویکیلیکس افشا شد، آمریکایی ها گزارش دادند که علی کریمی از رئیس جمهور ایران در بازدید از تمرینات تیم ملی دوری میکرده است. احتمالاً از همین زمان آمریکایی ها کریمی را شخصیت مناسبی برای سرمایه گذاری تشخیص دادند. اولین نشانه مهم روز 27 خرداد 1388 ظاهر شد، وقتی کریمی در حمایت از اختشاشات 1388 با دستبند سبز وارد زمین فوتبال شد. اما خصوصیات نامتعادل شخصیتی کریمی، به خصوص ستیزه‌جویی و پرخاشگری، در طعمه شدن او نقش داشت. نمونه ی رفتارهای نامتعادل کریمی به سال 1377 برمی‌گردد، وقتی ایوان کوردس، سرمربی آلمانی تیم امید، او را به تیم ملی امید دعوت کرد. ولی علی کریمی در بهمن 1377 به داور ژاپنی حمله کرده و برخلاف قوانین جهانی فوتبال او را زد. که او در یه توقیان عجیب در یه بازی نچندان مهم داور را ناکار کنه. علی کریمی به خاطر همین حرکت ضد ورزشی 2 سال از هر گونه حضور در مسابقات محروم شد. در جام جهانی 2006 نیز کریمی در بازی با پرتغال در دقیقه 65 تعویض شد و جای خود را به فریدون سندی داد، جایی که دومین تعویض در دومین بازی او را به اینجا رسوند. شوتی زیر ساک پزشکان تیم ملی به نشانه پایان آرزوهای جهانی ما. در بازی سوم جام جهانی هم، وقتی تیم ملی ایران در برابر آنگولا قرار گرفته بود، برانکو، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، می‌خواست او را در نیمه دوم به زمین بفرستد، اما کریمی از دستور سرمربی سرپیچی کرد. تو بازی آخرام دیگه مربی فکر من بازی آخر متوجه شد که من میگن نیومدی، دست اشاره کردی گفتی بازی نمی‌کنم. من نگفتم نمیام، من پام درد میکنه، گفتم من پام درد میکنه. یکی برانکو گفتم بیا تو، گفته نمیاد. برانکو خیلی حرف زدن، دوم نمیدونن مسائلی که مردم نمیدونن. اردیبهشت سال 1387، علی دایی سرمربی تیم ملی بود. قبل از این مسابقات کریمی در طی مصاحبه بلندی به جای ایجاد اتحاد به فدراسیون فوتبال حمله کرد و مسئولان فوتبالی کشور را به بی‌کفایتی متهم کرد. به خاطر این رفتار غیر اخلاقی پیش از انجام بازی‌های ملی، حکم اخراج کریمی از تیم ملی صادر شد. با فشار رسانه‌ها، علی دایی سرمربی تیم ملی مجدداً کریمی را به تیم دعوت کرد، اما کریمی به خاطر خصومت شخصی با دایی حاضر به کمک به تیم ملی نشد و دعوت دایی را رد کرد. علی دایی دیگه بالاخره کسی که فقط دنبال منافع خودش رو، طبیعتاً اصلا براش دوست و رفیق اینجور چیزا ارزشی نداره. با کسی که تا موقعی که منافعش دوش باشه باش دوست و رفیقه. اما در همین زمان بود که کریمی با دستبند سبز وارد زمین فوتبال شد و با ایجاد تفرقه و تزلزل در تیم ملی باعث حذف ایران از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی شد و سپس به دروغ در طی مصاحبه‌ای علت بستن دستبند سبز را ادای یک نصر اعلام کرد. بعد از این بود که کریمی هوادارانش در پرسپولیس را ترک کرد و با قرارداد مالی بهتر به تیم استیلازین رفت. با اینکه کریمی آشکارا به تیم پرسپولیس و هواداران میلیونیش پشت کرده بود، اما حتی به بازیکنان و هواداران تیم استیلازین هم خیانت کرد و در یک حرکت عجیب، در اولین بازیش برای استیلازین، زیر پیراهن تیمش پیراهن پرسپولیس را پوشید تا هواداران خود در پرسپولیس را فریب دهد. علی کریمی که دوباره به اون روزهای پرخاشگرانش برگشته. در پایان فصل کریمی از تیم استیلازین هم اخراج شد. بعد رفتاری های ادامه دار علی کریمی با مانوئل ژوزه، سرمربی پرتغالی تیم پرسپولیس، باعث اخراج او از پرسپولیس در سال 1391 شد. سال بعد 1392 کریمی از فوتبال خداحافظی کرد، اما به دلیل همان عدم تعادل شخصیتی که همیشه با او همراه بود، دوباره به فوتبال برگشت و در عوض راهی تراکتور سازی شد.
کریمی در سال 1393 در بیانیه‌ای به دوره فوتبالی خود به عنوان بازیکن پایان داد. او نوشت: با درود و سپاس به شهدا و جانبازان راه وطن و آزادی، این عزیزان را شایسته و لایق بالاترین ستایش ها می دانم. اما از اینکه نتوانستم با پیراهن تیم محبوبم پرسپولیس فوتبال را ترک کنم اصلا ناراحت نیستم. وقتی که دید جایی براش نیست، پس کریمی یه روز بیدار شد و کفششو به دیوار کوبید و یه خداحافظ تند و خشن به سبک خودش. کریمی از سال 1396 سرمربی نفت تهران شد، اما بعد از کمتر از دو ماه با مالک باشگاه دعوا کرد و از تیم نفت تهران هم جدا شد. همان سال سرمربی باشگاه سپیدرود رشت شد، اما دوباره دعوا با مالک این باشگاه باعث جداییش از این تیم شد. به خاطر سرمایه‌ای که در این سالها جمع کرده بود، سال بعد 1397 توانست کل باشگاه سپیدرود رشت را یک جا خریداری کند و به هواداران این باشگاه درباره آینده این باشگاه امید بدهد. اما خیلی زود کریمی رفتاری را که در این سالها با همه تکرار کرده بود با هواداران این باشگاه هم تکرار کرد. در پایان هفته 19 سپید رودی ها را رها کرد و باشگاهشان را به اداره کل ورزش و جوانان گیلان واگذار کرد تا این باشگاه به دسته یک فوتبال سقوط کند و هوادارانش را در ناامیدی و خشم رها کرده باشد. زرت و زرت آقا من میدارن جریمه میکنن، الانم منو جریمه میکنن، اشکال نداره، جرأت دارن منو جریمه کنن. من چجوری باید الان اینا رو بتونم آقا از نظر روحی روانی کار بکنم برای بازی تو شرایط مناسب آمادهشون بکنم برای بازی بعد؟ حالا من منتظرتون هستم، منتظر شما هستم، میدونم چی کار بکنی. این هم از اینجا بردار، بازی چی ها باید اینجا وقتی بازی ما رو نشون نمیده، هیچ کدوم داوری ها رو نشون نمیده. برای جبران این چهره ضد اخلاقی کریمی به فعالیت های خیریه نیاز داشت. در سراسر دهه 1390 کریمی به طور مداوم در فعالیت‌های خیریه شرکت کرد و به تدریج نام خود را به عنوان یک سلبریتی خیر در جامعه شناساند. سال 1399 کریمی فرصت را آماده می‌دید و در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال شرکت کرد، اما از 87 رأی فقط 9 رأی آورد و نفر آخر شد. معنی این رأی این بود که حتی فوتبالیست هایی که حق رأی داشتن حاضر نبودن کریمی رئیس فدراسیون فوتبال بشون. همین موجب خشم کریمی از فوتبالی های فدراسیون شد و مدیران این مجموعه را به مهندسی در انتخابات متهم کرد. با تأخیر هفته مهندس، روز مهندس رو به دوستان، به مهندسین عزیز تبریک بگم. بعد از این شکست او به تدریج مقدمات خروج از کشور را آماده کرد و آماده لحظه مناسب برای ضربه زدن به ایران می شود. روز 25 شهریور پس از مرگ مهسا امینی کریمی نوشت: فرزندان آنها می روند، فرزندان ما می میرند. روز 26 شهریور یک روز بعد از فوت مهسا امینی هنگام مراسم تدفین در زادگاهش سقز روی قبر مهسا امینی یک جمله مرموز به زبان کردی خودنمایی می کرد: تو نمی میری، نامت یک رمز می شود. با این جمله پیام عملیات روشن می شود. هدف حجاب اسلامی و باورهای مردم است. توییت بعدی کریمی که حالا نقش سردسته خشونتگران را بازی می کرد یک سر اعلام جنگ به کشور بود. او با اشاره به کسانی که در سالهای 57، 67، 88، 96، 98 و 1400 از نظام بریدن هشدار داد: وای به حال اونهایی که هنوز نفهمیدن. اشاره به سال 67 در واقع همراهی پنهان کریمی با گروهک منافقین را نشان می داد.